و شاگردانش چون به نان تبرکی رفتن فراموش کردن که نان بردارن. چی رو فراموش کردن؟ شاگردان با مسیح دارن میرن، چی رو فراموش کردن؟ نان رو بیارن؟ نه خیر، فراموش کردن خدا با اوناست. فراموش نکن خدا با توه. تو مریضی ها، تو مشکل ها، تو کمپولی ها، تو تنهایی ها چرا فراموش میکنی؟ خدا با ماست. امروز خدا با ماست که این غیرت رو به ایرانی ها داده تا بتونیم بیستیم این خبر خوش نجات رو به مردم دیگه بدیم. امروز خدا با ماست که میایستیم، گام ها رو بلندتر برمیداریم. مسیح محبتش محدود نمیشه به چهار دیوار توی کلیسا، تا بتونیم گام های بلندتری برداریم، دلسوز مردمی باشیم که توی ایران هستن، خبر خوش انجیل رو نشنیدن. همه ماهواره ندارن عزیزان، اگر هم دارن همه شبکه های مسیحی رو نگاه نمی کنن. زمانش شده که با فیض خدا شاهد سرنگونی شیطان باشیم در ایران، چون شیطان داره حکومت میکنه و این مجال رو نباید بدیم. این کار ماست، ما فرزند خدا هستیم، خدا با ماست. خدا رو شکر برای تک تک افرادی که در اپوزیسیون هستن، فعال سیاسی هستن، در رده بالا تا رده های پایین، خدا رو شکر برای وجودشون. اما کار اصلی رو ما باید انجام بدیم و این مجال رو ندیم که مبادا دهانمون رو ببندن بگن شما مسیحیان چی نباید بگید. ما وارثین هستیم، ما سفیران هستیم، ما کاهنین هستیم. این قدرت رو خدا به ما داده که نهیب بزنیم شیطان بیافته. شیطان قدرت داره، اما قدرتش در برابر قدرت پدر من بسیار کم است. در برابر نهیبی که تو میگی بسیار ضعیفه. ما میتونیم نهیب بزنیم که سرنگون با این نظام اسلامی. آمین. و این رو ما باید اعلام کنیم و این رویای دیکته شده است که میگه بر علیه این دولت شیطانی بیاد. این رویای خدا نیست، رویای خدا این هست که شیطان سقوط کرد، تموم شد. رزاسته مجال سلطنت هرگز نباید بودیم در سرزمینی مانند ایران که مردم ما خدا دوست هستن، خدا شناس نیستن. به فیض خدا، خدا رو میخواهن شناس به توسط من و شما و مینیستری های با غیرت مسیحی. بله،